کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی، ملکه ایران، قسمت هفتم. شایعه‌ای در تهران رواج گرفت که به موجب آن پادشاه برای جلوگیری از بحرانی که ممکن بود به جنگی داخلی منجر شود، قصد ترک ایران را دارد. هزاران نفر، خصوصاً جوانان، در مقابل کاخ جمع شدند تا او را از رفتن منصرف کنند. مردم نگران بودند و به نظر می آمد که مملکت یک بار دیگر به خطر افتاده است. به خاطر دارم که در تهران تانک ها سر چهارراه ها مستقر شده بودند. خدای من، اگر پادشاه ما را تنها می گذاشت چه پیش می آمد؟ آینده آنچنان مرا به دلهره انداخته بود که از خواب و خوراک افتاده بودم. سکوت مادر و نگرانی شدید دایی و زندایی هم نیز بر این نگرانی می افزود. هر شب آنها به احمد دیبا که خانهش در نزدیکی میدان بهارستان بود برای گرفتن اخبار تازه تلفن می زدند. تب و تاب وقایع رو به نقصان گذاشت و کابوس های من موقتاً پایان گرفت تا با شدت بیشتری طی تابستان 1332 به سراغم بازآید. هنگامی که خبر عزیمت شاه از ایران رسید، من 15 سالگیم را با خانواده در بندر پهلوی زودتر از روز تولدم جشن گرفته بودم. این بار دیگر رفتن شاه شایعه نبود و اخبار رادیو آن را تایید می کرد. گفته می شد که شاه مصدق را برکنار کرده، اما مصدق نپذیرفته و شورشیان به پشتیبانی از او به خیابان ریختند. ما تعطیلات را در پانسیون بانوی از روسهای سفید که 35 سال پیش پس از انقلاب بلشویک فرار کرده بود می گذراندیم و او دائما این جمله را تکرار می کرد: اینجا هم مثل روسیه می شه. زن بیچاره با رنگی پریده اظهار ناامیدی می کرد. ما روزهای غم‌انگیز و شاید سرنوشت سازی را می گذراندیم. در کوچه های بندر پهلوی بلندگوهای متعددی برای پخش آخرین اخبار نصب شده بود. مردم با قیافه هایی گرفته به این سو آن سو در رفت آمد بودند. به یاد دارم که مخالفان پادشاه سوار بر قایق‌ها نام قدیم بندر پهلوی را فریاد می‌کشیدند. انزلی، انزلی. ادای این کلمه که ظاهراً اعتراضی بیش نبود، در آن هنگام بسیار پرمعنا به نظر می‌رسید. چه بلایی بر سر ما خواهد آمد؟ من آنچنان دلم گرفته بود که قادر به گریستن هم نبودم. شورش و هرج و مرج به مدت 3 روز در تهران ادامه داشت. کمونیست‌ها، طرفداران مصدق و حتی مذهبیون در خیابان علیه شاه شعارهای کینه‌توزانه می‌دادند و این نوید فرح‌بخشی برای آینده مملکت نبود. پادشاه قبل از ترک ایران فضل‌الله زاهدی را به نخست وزیری منصوب کرده بود. ارتش به جای پذیرش اوامر نخست وزیر قدیم به طرفداری تیمسار زاهدی برخاست و بالاخره تصرف خانه مصدق به وسیله تانک‌ها نخستین نشانه تسلط دوباره بر اوضاع بود. 3 روز بعد پادشاه در میان فریادهای شادی مردم به تهران بازگشت. مسافرت اجباری او به همراهی ملکه ثریا که بیش از 1 هفته به طول نینجامیده بود، مرا نیز مانند دیگر ایرانیان مضطرب کرده بود. پادشاه در خاطراتی که قبل از مرگ خود نوشته است، از این مسافرت کوتاه مدت یاد می‌کند. من در اینجا آنچه را که او نوشته است می آورم، چرا که خاطرات کودکی من ارزش تاریخی کافی ندارند. ایشان نوشتند: من که از طرح‌های سیاسی و جاه طلبی‌های او کاملا با خبر بودم، تصمیم گرفتم که برای جلوگیری از هر گونه خونریزی کشور را ترک کنم و ایرانیان را در انتخاب راه آینده کشور آزاد بگذارم. پس از اینکه من ایران را ترک کردم، کشور 3 روز دچار فتنه و آشوب بود. به خصوص در 2 روز اول در تهران، هواداران مصدق و توده‌ای‌ها تظاهرات وسیع و خشونت‌آمیزی ترتیب دادند.
در روز سوم یعنی 28 مرداد کارگران و اصناف و دانشجویان و پیشوران و صاحبان مشاغل آزاد، سربازان و پاسبانان، همه زنان و مردان و حتی کودکان با همتی بی‌نظیر و شجاعتی وصف ناپذیر به میدانها و خیابانها ریختند و به مقابله با تفنگها و مسلسلها و حتی تانکهای زمامدار غیر مسئول پرداختند و اوضاع را یک روزه دگرگون کردند. پس از این ماجراها من بیدرنگ به وطن بازگشتم و با استقبالی پرشور و گرم از جانب هموطنانم مواجه شدم. گرمی و وسعت احساسات مردم در حقیقت رأی اعتمادی بیچون و چرا به من بود. من تا آن زمان پادشاهی بودم که سلطنت را به ارث برده بودم و از آن پس پادشاه منتخب ملتم شدم. محاکماتی که بعد از سقوط حکومت مصدق انجام یافت حقایق شگفت‌انگیزی را پیرامون جریانات سیاسی سالهای 1320 تا 1333 بر همگان روشن کرد. از جمله آنکه شمار افسران قوای مسلح که عضو حزب توده بودند در این مدت از 110 تن به 600 تن رسیده بود. نقشه حزب توده آن بود که از مصدق برای برکناری من استفاده کند و سپس خود او را 2 هفته بعد از رفتن من از میان بردارد. حتی کمونیست‌ها تمرهای جمهوری خلق ایران را که می‌بایست بعد از برکناری مصدق اعلام شود، آماده چاپ و انتشار کرده بودند. من این تمرها را به چشم دیدم. مصدق بعد از پایان مدت محکومیت به ملک بزرگ خود در احمدآباد که در غرب تهران واقع است رفت و در سال 1346 درگذشت. علی‌رغم تشنجات این دوره از تاریخ معاصر ایران، می توانم تأکید کنم که شاه هنگام ملی شدن صنعت نفت از مصدق پشتیبانی می کرد و به او علاقه داشت و برای برکناری او زمانی طولانی در تردید بود. من یقین دارم که اگر مصدق انعطاف بیشتری نشان می داد و همان گونه که پادشاه می خواست سیاست بهتری را در ارتباط با انگلیسی ها در پیش می گرفت، این چنین گرفتار پیامدهای ملی شدن نفت نمی شدیم. امروز آرزو دارم که ایرانیان این جدال کهنه 50 ساله را که دیگر جایی در دنیای آینده‌ای که باید با هم بسازیم ندارد کنار بگذارند. زندگی در کشور و خانواده روال همیشگی خود را بازیافت. من زیر نظر کشیش فرانسوی میشل گویو با پیشاهنگی آشنا شدم. مربی پیشاهنگی مدرسه سن لویی که توسط کشیشان لازاریست اداره می شد، نیاز به داوطلبانی داشت که کودکان بازیگوش پیشاهنگ را سرپرستی کنند. من که در آن زمان کاپیتان تیم بسکتبال ژاندارک بودم، فوراً به مقام سرپرستی گروه پیشاهنگی منصوب شدم. پیشاهنگی نخستین وسیله فراگیری حس مسئولیت در من بود، احساسی که مرا در اجرای وظایفم یاری کرد. قبول مسئولیت اداری 30 بچه در اردوگاه در سن 15 سالگی کار آسانی نیست و من با این کار سازماندهی، خونسردی، پشتکار و صبر و حوصله را آموختم. این تعلیمات همچنان به ما می آموخت که چگونه در دقایق کوتاه فراغت به اشتباهات خود بیاندیشیم و درباره آنچه که می بایست در تب زندگی روزمره گفت و یا انجام داد تأمل کنیم. هنگامی که ملکه جوان بودم، همواره از این تعلیمات پیشاهنگی که به من حس وظیفه شناسی را آموخته بود، سپاسگزار بودم و حتی در تبعید نیز دائما با پدر گویو که همچنان انسانی پرتحرک و خوش برخورد است، از طریق مکاتبه ارتباطم را حفظ کردم. نخستین سفرم را به فرانسه که در تابستان 1335 انجام گرفت، نیز مدیون سازمان پیشاهنگی هستم. قرار بر این بود که 2 دختر و 2 پسر از میان ما در تجمع بین‌المللی پیشاهنگان در کاخ ژامویل نزدیک پاریس شرکت کنند. اما دعوت به این سفر شامل بلیط هواپیما نمی‌شد. با درآمدی که از نمایش توپاز در تالار وحدت تهران به نمایش گذاشته شده بود حاصل شد، توانستیم بلیط‌های رفت و آمد خودمان به فرانسه را تهیه کنیم. من از آمدن به پاریس بسیار هیجان زده بودم. این شهر جایی خاص در خانواده من داشت.
پدرم تحصیلاتش را پس از سن پترزبورگ در این شهر به پایان رسانده بود و همیشه در این آرزو بود که مرا به آنجا ببرد. پدر او، یعنی پدر بزرگ من مهدی دیبا، در آغاز قرن گذشته دبیر سفارت ایران در فرانسه بود و هر دو به زبان فرانسه تسلط کامل داشتند. پدرم عشق به فرانسه و خصوصاً پایتخت این کشور را به من منتقل کرده بود. به محض ورود خیابان شانزلیزه را تا میدان پیمودیم. من بی نهایت متحیر و ذوق زده شده بودم. دلم می‌خواست همه پاریس را در همان یک بعد از ظهر ببینم و فکر می‌کردم که وقت کم خواهم آورد. من گردش خود را با رفتن به جاهایی که از کودکی فکر مرا به خود مشغول داشته بود دنبال کردم. آرامگاه ناپلئون، بولوار سن ژرمن، دانشگاه سوربن، کلیسای نوتردام، برج ایفل. شب را در یک خانواده فرانسوی که پذیرای ما شده بود به سر بردیم. البته بسیار راضی و خوشنود بودم، فقط پاهایم پر از تاول شده بود. دیدن متروی پاریس برای یک دختر نوجوان ایرانی در آن زمان شگفت‌آور بود. بعد از نگاهی کوتاه به نقشه مترو به زیر زمین می رفتیم و یک ربع ساعت بعد زیر آسمان زیبای ماه اوت پاریس در محله دیگر به روی زمین باز می گشتیم. با آنکه هر چهار نفر سمت سرپرستی داشتیم، مانند کودکان خردسال جلوی ماشین های توزیع آب نبات و آدامس و خصوصاً آب نبات چوبی به نام پیرو گورمان که ما را به یاد خروس قندی خودمان می انداخت، پاهای من سست می شد. سپس به ژانویل رفتیم. جوانانی که از چهار سوی جهان آمده بودند، هر یک به نوعی کشور خود را معرفی می کردند. بعضی آوازهای محلی می خواندند و بعضی دیگر نمایش هایی به اجرا در می آوردند. این گرد همایی که ضمن آن، علی‌رغم تنوع زبان، شرکت کنندگان می توانستند با هم ارتباط برقرار کنند، برای من بسیار هیجان انگیز بود. یکی از اهداف این گرد همایی، آموزش نحوه سازماندهی و اداره گروه ها بود و در همانجا بود که یاد گرفتیم چگونه در جمع صحبت کنیم، چگونه توجه دیگران را جلب کنیم و بالاخره چگونه داستانی را با حفظ شور و هیجان پایانش تعریف کنیم. 10 سال بعد که برای بچه هایم قصه می گفتم به اهمیت این مطلب پی بردم. بعد از ژانویل ما را برای آموزش نحوه اداره اردوی ورزشی به شهر رویان بردند و بالاخره در راه بازگشت یکی 2 روز در آتن توقف کرده، طبعاً به تماشای بنای تاریخی آکروپولیس رفتیم. به یاد دارم که با دوستم الی آن روز در داخل تئاتر بر روی تختی که داریوش پادشاه بزرگ ایران باستان بر آن تکیه کرده بود نشستم و احساس هیجان و افتخار کردم. برخلاف بیشتر مادران ایرانیان زمان، مادر من به هیچ وجه حاضر نبود درباره ازدواج برنامه ریزی شده برای من صحبت به میان بیاید و بدیهی است من نیز با او هم عقیده بودم. می دانستم که بعضی از افراد خانواده او را تشویق به این کار می کنند، زیرا به سنی رسیده بودم که به عقیده آنان می بایست به فکر ازدواج مناسب افتاد. اما من و مادرم هر دو بر این عقیده بودیم که قبل از تصمیم به ازدواج باید تحصیلاتم را به پایان برسانم. مادرم دارای دیپلم متوسطه و زنی با فرهنگ بود. در زمینه صحبت‌هایی که درباره ازدواج می‌شد، من پایبند آن بودم که نام خانوادگی دیبا را که یادگار پدرم بود حفظ کنم و چون تعداد عموزاده‌هایی که نام دیبا داشتند بسیار محدود بود، خطر فراموشی این نام فکرم را به خود مشغول می‌داشت. هنوز گفته هایم را در این زمینه به عموها و خاله ها و دوستان به یاد دارم. فکر نمی کنین اگه روزی موفق به تحصیلات عالی شده یه زن استثنایی بشم میتونم نام خانوادگی خودم رو حفظ کنم؟ بعدها با ازدواج با مهمترین مرد ایران میبایست نام خانوادگیم را از دست بدهم. شگفت آن که در بسیاری از کشورهای دیگر خصوصا در فرانسه هنوز هم مرا با نام فرح دیبا می شناسند، در حالی که در قلبم و از نظر قانون و تاریخ نامم فرح پهلوی است.
موسیقی